برای منفی کردن و سوالی کردن زمان حال ساده باید به این نکته توجه کنید که فعل to be استفاده شده، یعنی am, is, are، فعل بودن یا فعل دیگه ای مثل work، study، go، play. اگر فعل to be باشه که برای منفی کردن و سوالی کردن از خودش استفاده میکنیم، منفی کردنش با not، am not، isn't، is not، are not یا aren't، و سوالیش هم جا به جا میشه، مثلا are you، is he، is she، که اینو توی ویدیو دیگه توضیح دادیم. ولی اگه فعل اصلی داشتید، یعنی فعل مثل play، go، work، اینها با جا به جا کردن و با not سوالی منفی نمیشن. برای سوالی کردن از do و does استفاده میکنید، مثلا you study English، you study، درسته؟ اگه بخوام سوالیش کنم میگم do you study English؟ تکرار کنید do you study English؟ جوابش با خودشه yes I do، no I don't. پس yes I do، no I don't. They work here. آنها اینجا کار میکنن. سوالیش چی میشه؟ Do they work here؟ تکرار کنید. خب جوابش yes they do، no they don't. میبینید؟ اگر سوم شخص مفرد باشه he، she، it، باید از does استفاده کنید. He plays video games. S گرفته به خاطر he. حالا وقتی که با does سوال میپرسم میگم does he play video games؟ تکرار کنید. Does he play video games؟ Yes, he does. No, he doesn't. She has a car. She has. Have اسم بگیره میشه she has. خب او یک ماشین داره. She has a car. سوالیش Does she have a car؟ تکرار کنید. Does she have a car؟ Yes, she does. No, she doesn't. پس این حالت سوالی. حالت منفیش با do not یا don't، does not، doesn't، در واقع اینطوری منفی میشه. مثلا I study Chinese، منفیش I don't study Chinese. تکرار کنید I don't study Chinese. They live in an apartment، منفیش They don't live in an apartment. تکرار کنید. خب اگر با does منفی کنیم باز اس فعل has میشه. مثلا she has a car. خب منفیش she doesn't have a car. has تبدیل شد به have، شکل ساده فعل. She gets up early. منفیش She doesn't get up early. تکرار کنید. She doesn't get up early. He watches TV. منفی He doesn't watch TV. ببینید شکل ساده. He doesn't watch TV. با کلمات پرسشی مثل what، where، how، who باز هم شکل سوالی حفظ میشه. مثلا اگر بخوام بپرسم کجا کار میکنی بعد بگم where do you work؟ بعد از من تکرار کنید where do you work؟ یا شغلت چیه؟ چی کار میکنی؟ what do you do؟ بعد از من تکرار کنید what do you do؟ پس میبینید بعد از کلمات پرسشی باز هم شکل سوالی، یعنی do و does، حفظ میشه.